سلام، من مهرداد رجایلی فردی هستم و در این آموزش در تو بحث محیط و مساحت متوازی الاضلاع میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. متوازی الاضلاع به شکل یک مستطیلیه که همونطوری که میبینی انگار اوریب شده، یعنی یک مقدار اون رو در واقع تغییر حالت یا تغییر شکل دادیم. اما قبل از اینکه در رابطه با محیط و مساحت متوازی الاضلاع با هم صحبت کنیم، اگر این ویدیوهای ما رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، حتما قسمت توضیحات رو برای اطلاعات و لینک‌های بیشتر در این خصوص مشاهده کنید. همچنین کانال و صفحه ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف سابسکرایب و فالو کنید. اما محیط همونطور که می‌دونید دور تا دور هر شکله که با حرف سی نمایش می‌دیم. همونطور که می‌بینید ما دو تا ضلع موازی برابر با هم داریم در متوازی الاضلاع، یعنی دو تا آ و دو تا ضلع دیگه برابر و موازی که دو تا ب هستش، یا آ به علاوه ب به علاوه آ به علاوه ب، یا اینکه بنویسیم سه مساوی دو تا آ به علاوه ب، چون دو تا آ داریم دو تا ب که با هم جمع بشن میشه دو برابر حاصل جمع آ به علاوه ب. اما مساحت یک متوازی الاضلاع، برای اینکه مساحت متوازی الاضلاع رو برای شما محاسبه کنیم حتما باید یک ارتفاع در متوازی الاضلاع داشته باشیم، چون A یا همون area یا مساحت متوازی الاضلاع میشه حاصل ضرب قاعده ضرب در ارتفاع یا A ضرب در H. به عنوان مثال فرض کنید که یک متوازی الاضلاع داریم که یکی از قاعده هاش که همون آ هستش 10 و ارتفاع متناظر با اون قاعده که همون h هستش برابر با 7 هست، که اگر محاسبه کنیم حاصل ضرب 10 ضرب در 7 میشه 70 سانتی متر مربع، چون اگر قاعده بر حسب سانتی متر باشه ارتفاع هم بر حسب سانتی متر، سانتی متر ضرب در سانتی متر میشه سانتی متر مربع، یعنی a مساوی 10 ضرب در 7 70 سانتی متر مربع، که خیلی ساده و راحت بود. اما یک مثال دیگه، در حالت دیگه فرض کنید که ضلع دیگه ما که همون ب هستش قاعده متناظر با اون رو رأس کنید که برابر با h b هستش، a یا همون اریا برابر هستش با b ضرب در h b که به سادگی قابل بیان هست. اما فرض کنید که ب برابر با 4 سانتی متر، h b برابر با 6 سانتی متر هستش، حاصل ضرب 4 ضرب در 6 مساوی با 24 سانتی متر مربع. به سادگی هرچه تمام‌تر مساحت متوازی الاضلاع رو در این حالت هم حساب کردیم. امیدوارم که محتوای این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. لطفاً هر فیدبک و نظری که دارید در بخش نظرات ما مطرح کنید. برای دسترسی به ساعت ها ویدیو آموزش دوازده ریاضیات و هندسه می توانید از لینک زیر هم استفاده کنید. همچنین اگر تمایل داشتید ویدیو رو با سایر افراد هم به اشتراک بذارید تا سایر افراد علاقمند هم بتونن اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. تا آموزش بعدی، خدایا رو نگهدارتون.